درود وقتان بخیر به این برنامه پس از خبر خوش آمدید در نخواست مهمترین خبرها محمد اشرف غنی پروژه سرک حلقوی لامان قیصار را در بادغیس افتتاح کرد این سرک در دو بخش به طول 82 کیلومتر در جریان دو سال آینده ساخته می شود رئیس جمهور غنی می گوید که تا دو سال آینده در کنار این سرک حتی آهن نیست ساخته می شود و با برداری از این پروژه ها تحول بزرگ در وضعیت اقتصادی باشنده های ولایت بادغیس رونما خواهد شد جنبختگان نیروهای امنیتی در اروزگان روزها در میدانهای جنگ میمانند و طالبان آنان را بدون شستشو کفن و نماز جنازه زیر خاک میکنند. نظامیان در اروزگان با ابراز این مطلب میگویند که برای جانباختگان نیروهای امنیتی در این ولایت حتی مراسم فاتحه خانی و دعا برگزار نمی شود و هیچ کمکی از سوی دولت هم برای انتقال اجسادشان صورت نمی گیرد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که در صورت که طالبان آماده مذاکرات جدی صلح شوند نباید هیچ مانعی برای ایجاد دفتر این گروه در کابل وجود داشته باشد عبدالله عبدالله تاکید دارد که تاکنون طالبان آماده گفتگوهای صلح نبوده و صلح با این گروه به معنای قربانی دستاوردهای افغانها نخواهد بود اما در این برنامه پس از خبر اداری گذرنامه یا پاسپورت کشور روزانه هزاران جلد پاسپورت را به شهروندان های هم متقاضیان پاسپورت توضیح می کند آنچه که با رضایت مراجع کنندگان پاسپورت مواجی شده در کنار این ده ها جلد پاسپورت در ولایت ها نیز به متقاضیان توضیح می که در برخی موارد با مشکلاتی نیز و همراه بوده حالا چند مورد می تونه قابل بحث باشه اول اینکه استفاده از کارشیوه خدمات پوستی برای تسلیم دهی گذرنامه ها چقدر موفقانه بوده؟ دوم اینکه که کار اعتبار بخشیدن به گذرنامه ها از پنج به ده سال به کجا رسیده و سوم هم چالش های کنونی اداره پاسپورت چیست؟ تا به حداقل حد دقل راحل به آن پیدا کرده و پیشنهاداتی که ممکن از سوی رهبری وزارت داخله شدن خیلی خوش آمده این آقای سید عمر صبور رئیس عمومی اداره پاسپورت افغانستان به این برنامه پاسپورت برنامه پس از خبر ما به این بحث را از اینجا آغاز کنیم که روند توزیع پاسپورت برای شهروندان کشور حالا چگونه جریان داره تشکر از شما و همه از که در داری برنامه همکاری میکنن احترام شما. سلام و عرض و عدب دارم حضور همه شنونده های عزیز چی در داخل چی در خارج کشور است در یک نقطه باید بگوییم که روند توزیع پاسپورت تقریبا از مدت یک ماه شده به این طرف که بسیار آرام و ساده شده یعنی یک هموطن ما بسیار به سادگی میتونه که یک جل پاسپورت در مرکز به دست بیاره و در ظرف چهار الا پنج روز کارشان تمام میشه که از طریق های شهر کابل به دست میرن و در مجموع در سطح کشور بعضی ولایت هایی که پروازهای هوایی ندارن یکم که به چالش مواجه هستیم و بعضی ولایت هایی که پروازهای هوایی دارن روزانه پرواز است در اون ولایت هیچ نوع مشکل نیست جای خوشی است که ما ظرفیت های پاسپورت به حدی بالا بردیم که با می تعداد متقاضی هایی که برای ما مراجعه میکنه از این نام که ما بیشترش توانمندی داریم که برای هموطنای عزیز خود پاسپورت صادر کنیم یعنی رقم متقاضیان حالا کاهش یافته نسبت به یک ماه پیش رقم متقاضیان به حالت خود باقی است اما روند توزیع و سرعت کار بسیار زیاد شده به این معنا که با همکاری اداره محترم آسان خدمت و توافق نامه ای که وزارت محترم داخله و وزارت محترم مالیه امضا کردن ایجاد سیستم هایی که در بخش پاسپورت مشکلاتی که ما در داخل دستگاه های پاسپورت و دیتابیز خود داشتیم اینا هم رفع شد انشالله ما یک تهدابی در بخش پاسپورت باقی ماندیم که و میمانیم که سالیان دراز مردم عزیز ما دیگه از این ناحیه رنج نبرن و انشالله انشالله زود خواد بود که ما با یک دست آورد دیگه هم دست پیدا کنیم اما که جهات ما وزیر امور داخله در پارلمان کشور وعده سپردن که انقریب فرم آنلاین پاسپورت آغاز میشه گرچه در سال گذشته هم شروع شده بود متاسفانه به ناکامی مواجه شد ولی این سال ما گام بسیار محکمه برداشتیم و کارایش بسیار به سرعت پیش میره داریم به شکل امتحانی در داخل اداره تستش کرده میریم و ان قریب بعد از یکی دو ماه یک ماه دیگه ما موفق به فرم آنلاین در کابل خواد بودیم این مهم خواهیم پرداخت اما روزانه تعداد متقاضیانی که به شما مراجعه میکنن چند صد چند هزار هستند از اسد خوب بالا شده تعدادشان 1700 تا 1600 که برای ما بی تفاوت است این 1700 800 متقاضی که ما داریم به هیچ گونه بالای کارمندای ما تاثیر منفی گذاره و حتی خسته هم نمیشن من هر روز میبینم که کارمندان عزیز ریاست پاسپورت تا ساعت های سه بجه کاره امی عبدست متقاضی که از مرکز به ما مراجعه میکنه و روزانه در حدود یک هزار تا هبدست از مجموع کشور بر ما میرسه در نمی یک روز امین سه تا چهار هزار پاسپورت تهیه و ترتیب میشه و با پست سری تسلیم داده میشه یعنی به این مانا که ما با مردم عزیز خود به ولایت هم اطمینان میتونم که آمدنشان به مرکز نسبت به اینکه که با ولایت خود انتظار بکشن بهتر است پس یک مورد خیلی آمده این رقمی را که شما بیان کردین نسبت به سال گذشته کاهش یافته تقریبا در حدود 6000 هزار, هزار در سال گذشته روزانه داشتیم ولی حالا در روز 4000 تا بیش حالا قرار بود که توضیح پاسپورت به شهروندان کشور دو برابر شود آنچنانی که در مصاحبه هایی که شما با رسانه ها داشتین گفتین حتی تا ده هزار قرار از برنامه ریزی کنین پاسپورت توضیح کنین بر شهروندان این آمودگی رو بگیرین به این مورد چقدر پرداخته شده و برنامه ها؟ دی موردم مورد ما پیشتر خدمت دست کردم که تعدادی که برای ما مراجعه میکنن این تعداد فعلا توانمندی های ما بالاتر از این تعداد مردمی است که پاسپورت میخوان بگیرن و در این زمان ما میتونیم دمی حالتی که فعلا اداره پاسپورت موجود است و موقع موقفش است دمی وضعیت هم ما میتونیم که امی رقم به دو برابر ارتقا و در این زمان آمادگی های دیگه هم داریم که دفتر به اصطلاح احتیاطی ما ترتیب کردیم در داخل اداره مرکزی پاسپورت که هرگاه تعداد باز هم زیاد شود و از او دفتر خود کار میگیریم حالا و... کارمندان احتیاطی هم در نظر گرفته شده در نظر گرفته شده ان شاء الله فرصت اینا استفاده میشه در مصاحبه قبلی یک با شما داشتم جناب رئیس تقریبا 9 یا 10 ماه پیشتر مصاحبه یک با شما داشتم قرار بود که تعدادی از کارمندانتان اضافه شوند حالا چل یا پینجا تن از کارمندان اضافه شده به اداره پاسپورت افغانستان به خاطر که مشکلاتی که در روزمان بود باید حل میکردن این دوستان تا حال معرفی نشدن و استخدام نشدن جهات ما وزیر صاحب امور داخله که تشریف آوردن یک پلان بسیار خوبی را برای ما به اصطلاح پلانی را که ما پیش بینی کردیم و اونا امر دادن این بود که یکی خود تعداد چل نفری را که شما گفتین و او حال پروسه امتحانشان سپری شده و در سایت وزارت امور داخله به اعلان گذاشته شد تعداد چل نفر از کسانی که کمپیوتر ساینس و تحصیلات عالی داشتن ازشان امتحان گرفته شده و انشالله که یا زود برای ما معرفی خواد شدن این به بش شکل قراردادی است که ما از یا باز در بخش های دیگه هم میتونیم استفاده کنیم مثلا هرگاه می بینیم در ولایت حیرات یا قندار ازدهام مراجعین زیاد است می توانیم از کارمندهای خود به شکل احتیاطی روان کنیم که کار از اونا را سرعت ببخشه ولی یک ابتکار دیگه هم شد که از احتیاط افسران احتیاط وزارت امور داخله جوانایی که در در احتیاط وزارت امور داخله تا دا هنوز تاین سر نوشت نشده بودند در حدود 50 تن از افسران جوان وزارت محترم مورد داخله برای ما معرفی کردن که تا همیال امرای ما کار میکنن و یگان بخشای ما که کمکی که مشکل داشت اونها را ما به دو شفت تبدیل کردیم که شفت شبانه و روزانه شد و امیل از که من امرای شما صحبت میکنم در مجموع در حدود 3500 پاسپورت در داخل ریاست پاسپورت موجود است که از مراجین امروز است و از مراجینی که از ولایات اسنادشان به ما رسیده که ان الله فردا برای پست سری تسلیم داده میشه از ولایتشان به ولایتشان انتقال میته و از مرکز به نهای نواحی شهر کابل دقیقاً از پست سری یاد کردین بیاین و اینم بپردازیم که برخی شهروندان از خدمات پست سری شکایت دارن شما در دا جریان هستین و مطمئنا از مراکزی که تعیین شده مطمئنا گزارش های را دارین که حالا برخی شکایتشون این است که ما زمانی که مراجعه میکنیم به محل یا به همون مکان زمان تسلیم شدن پاسپورت ما فرا میرسیده باشه اما به با او زمان تهیه نمیشه چقدر قدری مورد درست است و چقدر میتونه درست نباشه دقیقا شما چیز را که اطلاع حاصل کردین او زمانی بود که تقریبا یک ماه پیش واقعا ما گذار از یک سیستم به یک سیستم دیگه کردیم زمانی که ما یک تغییر در پروسیجر کاری خود میاریم طبیعتاً بعض رسکار یا مشکلات باید بپذیریم که از او جمله یکی امامی بود که زمانی که ما تغییر دادیم سیستم خود یعنی دیتابیس خود تبدیل کردیم به خاطر ازی که همتنای عزیز ما حق دارن بفامن دیتابیسی که قبلا انستال شده بود یعنی در چهار سال پیش از امروز که انستال شده بود او دیتا ظرفیت 24 هزار ریکارد داشت یعنی هر 24 هزار نفری را که ما اسنادش می گرفتیم بازور پس بک کپ می گرفتیم دوباره اثر شروع می خوشبختانه دیتا جدیدی را که برای ما انستال کرد البته پروژه آسان خدمت که ظرفیت دیتا بیس به 50 میلیون ریکارد بالا برد یعنی اگر نفوس افغانستان همه یک دفعه پاسپورت بگیره این سیستم جواب است و یعنی در گزشته دو برابر حتی حتی دو برابر و در گذشته طوری بود که وقتی که کارمندای ما در یک گروپ کار میکردن 20 یوزر که در سیستم کار میکرد دیتابیس یا سیستم داون میشد و وقتی که نکس میگفتن نکس نمی ولی فعلا سرعت دیتابیس ما به حدی است که تنها ثانیه را ما فکر نکنم که دوام کنه دم یک ثانیه فکر میکنم که صفحه جدید میشه و متقاضی های ما منتظر نمیمونه پس حالا درخواستی که داشتن این که این پروسه یا روند بیای از زیر اداری ریاست پاسپورت پس دوباره میتونه که پس از این بجان نباشه مین به اینکه حالا برشان پاسپورت از طریق پست سری داده میشه و این خیلی خوب بوده میتون در دراز مدت برای اداره پاسپورت افغانستان اما بیاین به یک مورد دیگه بپردازیم که اعتبار گذرنامه های افغانستان قرار بود که از 5 سال به 10 سال اعتبارش اف... با اعتبارش افزوده شود به این مهم چقدر پرداخته شده به این پرسش دا دا تا دقایق دیگر پاسخ تا دقایق دیگر برمیگردیم خوش آمدید رئیس پاسپورت افغانستان یا رئیس عمومی اداره پاسپورت افغانستان آقای سعید عمر صبور اینجا با ما هستن و بیشتر در مورد مشکلات یه اداره در کنارش آنچه که تا حالا انجام دادن و پس از این آنچه که انجام خواهند داد بیشتر بحث میکنیم بازم خسته نباشین به این بحث را از اینجا ادامه بدیم که قرار بود اعتبار پاسپورت ها از پنج سال به ده سال افزوده شود به این مهم چقدر پرداخته شد ما یک کمی که عقب میرم به سوال گذشته تانم بفرمایید پست سری در افغانستان اولین مرتبه بود که در تاریخ افغانستان تمثیل کردند که پاسپورت انتقال بتن به آدرس متقاضی حالا ما کوشش میکنیم پست سیاره فعال بسازیم یک کمه که به مردم ما مشکل است و یک کمه هم مردم هنوز تجربه نکرده پست سیار میتونه که پاسپورت متقاضی ها را با آدرس های دقیقی که هست مثلا آریان نیوز است تولو نیوز است یا مثلا وزارت, وزارت مخ... افغانستان است آدرس دقیق است میتونه که پست سیاری را ببره به آدرس متقاضی و ایره حتما ما تدبیق میکنیم اساس گذاری شده اساس گذاری شده بخی سرش پروژه کار کرده رئیس و ما انشالا دقیق میشه این کار و ما از از هرات شروع میکنیم پست سری را بعد از دیگه در کابل نتیجه داده میریم به ولایت شاید شما شاید بودین نزدیک وقت که ما پوست سریع را در ولایت هیرات آغاز میکنیم همیال کار میکنن ولی یک دو سه بخش دیگه هم اضافه میکنیم برشون در قسمت اعتبار پاسپورت افتخار از داریم که به اساس هدایت جلالت ما رئیس جمهور و جلسات پای شورای محترم امنیت که اوج یک جلسه بین الوزارتی ایجاد شده بود ما تونستیم کوالتی و کیفیت خود پاسپورت به حد بالا بردیم که هیچ کس توانمندی زیر دیگه نداره که یک جل پاسپورت افغانستان تقلب کنه ما برای که توسط پوشتی پاسپورت ما و اتباع افغانستان مردم ما را به دنیا معرفی میکنیم در هر ورق ریاست پاسپورت صفحات پاسپورت ما عابدات تاریخی افغانستان جا کردیم و دیزاین کردیم که نمیال این پاسپورت ها توضیح میشه به اعتبار پاسپورت ی ارتباط میگیره با سیاست های خارجی یک کشور حالا شما شاید هستین که پاسپورت ایالات متحده امریکا در چندین صد کشور بدون ویزا قابل اعتبار است اما از افغانستان این, از این از که مقام 99 سر و در آه. ردبندی قدرت 93 و سوم هست ما فکر... پس از عراق و پاکستان ما فکر میکنم که ما هم جای خود خواد گرفتیم و امیدوار هستم جای خوبی را خواد در در, در, در سطح دنیا خود داشتیم ولی ارتباط میگیره ما یکی از روزها بم... های اجرات ما رئیس به لوی سالان ولی را شنیدم گفت که در تطبیق و در, قا... ت... در همکاری به تطبیق قانون و حاکمیت قانون خود شهروندان رول دارن و این دقیق است حالا پس عرضم ای است وقتی که یک هم همشهری ما خود تمره پاسپورت افغانی به ایران می... به ب... اروپا میره و در اروپا که میره و پاسپورت خود او طرف میمانه و به او به پناهنده میشه آیا باز دیگه سفارتخانه ها برای از اینا اعتبار میکنن که دیگه پاسپورت برشان ویزا بتن نخواد بنا شما تا حال چند امریکایی را و چند اروپایی را و استرالیایی را چند نفرش شما تا حال آدرس دارین که با پاسپورت اروپایی در افغانستان آمده باشه و ایجا پناهنده شده اما افغانستانی مشن. را خیلی ها زیاد شما آدرس میدین خب ما شما از وطن هستیم میدانیم که همچون یک گپی هست ضمن اعتبار پاسپورت ما از لحاظ کیفیت و از لحاظ سیکوریتی های امنیتی یا مشخصات امنیتی ازی به حد بالا است که ما فکر میکنم که در منطقه ازمی پاسپورت ما شما کده پاسپورت بالاتر و زیباتر دیگه وجود هم نداره با 22 ویژگی که داره با, با از 22 زیادتر است حالا آره ما چیزایی داره که تنها ما عطای طور یک چیزی است که ویژگی که تنها ما میفهموره. یعنی به این مفهوم ما با این می حالت تنظیم کردیم پاسپورت افغانستان امیدوار هستم و با امکان جعل و تقلبش وجود داره. بسیار کم بسیار کم نوت بانگ مردم جال میکنه خو پاسپورت هم میکنه نه من مگر ما فکر میکنم بسیار کم ما یک گیت مینان میتونم ما در پاسپورت افغانستان بسیار گپای دگم پیش روی خود داریم که را تنظیم کنیم اول باید فرم آنلاین جور کنیم به خاطر چی خودت منایس یک جوان تحصیل کرده چرا بیاید پشت ریاست پاسپورت روز صبح تا دیگر انتظار بکشی تا رئیس پاسپورت برای شما امر بده دقیقا پرسش شما امین بود حالا طرح این در جدی سال 94 ریخته شده بود اگر اشتباه نکنم دقیقا تاریخش خیلی خوب به یادم هست ده جدی 94 ریخته شده بود اما 95 96 این تقریبا دو سال رده بر گرفت بفرمایید بیشتر واسه نام خدا خوب استعداد و محافظه درست دارین دقیقا ما قبلا هم سرازی آغاز کرده بودیم این کارا مگر متاسفانه که یک چیز خام بوده و امو وقت ما با وزیر مخابرات وقت پیشنهاد کرده بودم و در وقتی که افتتام میکردن در بیانیه خودم گفتم که یک سلسله مشکلات دامنگیر ما هست هنوز هم ما آماده به این گپ نیستیم ولی امیدوار هستیم که شاید فعلا خوشبختانه با تمام اطمینان میگم که ما دیتابیسش جور کردیم دیتابیس تمپرری یا دیتابیسی که با کلاود چیز داشته باشه ارتباط داشته باشه و ما از کلاود بگیریم اسناد مردم ها. سرزی امیال تست کرده ریسیم در دا داخل ریاست پاسپورت مراجین خودشان نمیفهمه اما ما سیستماتیک از طریق انترنت اسنادشون میگیریم آمادگی آمادگیش مکمل گرفته شده یگان دوستای ما هستند میگه که ولا مردم افغانستان سواد نداره بسیاری مردم و به این با مشکل مواجه میشه ما پایام به همه عزیزای ما ای است که امیال تلفونی را امرا را که ما شما امرای خود میگیریم بسیاری کساس که حساب نمیفهمه امو انگلیسی حساب یک دو سه انگلیسی هم نمیفهمه ولی من تلفن استفاده میکنه ما یک را را باز میکنیم مردم رای خود می آفرد. پس گزینه بدیل هم در نظر گرفته شده گزینه بدیلش همی است که ما صد فیصد باید یا تطبیق کنیم چرا ما تا... تا چی وقت منتظر فرصت ها بشینیم همیال یک فرصت است ما این فرصت ها اول در کابل تطبیق میکنیم بعد از کابل ما ای سیستم را تنظیم کردیم که باز بعدا اگر ولایات ما شروع اگر نه که شروع میکنیم وقتی که شروع میکنیم اینمی دیتابیس هر هموطن ما در سی و چار ولایت برش موقعتش ثابت میسازه که خود در موقعیت هرات استی تایم، تاریخ، ساعت، روزه برش تثبیت میکنه که در روز شما برین به مدیریت پاسپورت ولایت حیرات یا قندار یا مزار کارتان انجام میشه ضمن یک مشکل بسیار جدی دیگه مردم ما فعلا نمی است که ما در پاسپورت فعلا دیگه هیچ مشکل نداریم یگانه مشکلی که فعلا ما در دا پاسپورت داریم برای مردم خود البته اونا صبح وقت میان و من میگم چرا این صبح وقت به امی فرم آنلاین که خانه پوری میکنه ما یک لنگ امرای دیوانستان بانک داریم طرف خود سیستم برش کامپیوتر بر امی انترنت بر که وصل میشه برش پرنت میته تمام این جزیات که می در صفحه اول انفارمیشن وبسایت ریاست پاسپورت موجود است وقتی که می که پاسپورت خود فرم خود خانه پوری کنه که خانه پوری کرد پرند کرد ساعت دقیقه روز تعیین میشه که دی روز برو برای ریاست پاسپورت شما پاسپورت تنها زیای وقت جلوگیری خود تنها آ زیای وقت چطور گرفته میشه مثلا 200 نفر ما از 8 بجا تا 9 بجا تنظیم میکنیم از نو تا ده به می شکل ما ایره تنظیم میکنیم دیتابیس برش میگه هست این بین اسمی هم هم از بین میره احیانا اگر یک هموطنای عزیز ما نسبت ترافیکی که در شهر کابل وجود داره خود دمو تایم را سانده نتونست باز ما که سختگیر نمی باشیم امور باز در تایمی که بیام میگریم در عین زمان ای کار خوبی دیگه هم داره خوبی دیگه ایشی است که اینمی فرم خود گرفته دیگه پس پیش رئیس پاسپورت یا اداره پاسپورت یا قماندان امنیه نمیره که بر ما طرفه بده که ما بانک برم امی فرم خودا بانک میبره بانک از روی اینمی فرمش پیسیشه اونو گپایش تنظیم کردیم که مثلا مفقودی چند رفه باید بده مثلا حریق چند رفه باید بده مثلا یک آدمی که نو پاسپورت اینی گپایش تنظیم شده یک جلوگیری از رفت آمدش در ریاست پاسپورت تکرار گرفته میشه و یک بسیار اگر فرض مثال که ولایات ما آغاز بکنیم در قسمت وقت بسیار برای مردم ما ارزش می قائل میشه پست حال از او طرف اسناد مردم برای عظیم میارن که ما در سیستم داخل کنیم در او ما آنلاین میگیریم حالا آقای رئیس بین روی این مورد هم بپردازه که اگر پاسپورت کسی نامش اشتباه باشه یا آنچه که موارد آنچه که داخل پاسپورت درج میشه یکی از اونا اشتباه باشه شکایت این است که به به این مشکل رسیدگی نمیشه راحل به این مشکل در حال حاضر چی هست و برنامه های بعدی را نیم دقیقه وقت داریم خیلی کوتاه در نیم دقیقه ما برتان میگم که در جایی که کار از اشتباه است و کاری هم که سه هزار باشه است چار هزار باشه زمنا اگر اشتباه خود متقاضی میکنه امروز تخلص خدا احمدی میته صبح میام میگه نه محمدی بساز دیگه ما نمیتونیم کتابچه دولت در برابر اشتباهی یک متقاضی که هر روز باید تغییر بده اسم خدا و تاریخ خدا اما اگر صرف با... باشه اگر سیستم باشه سیستم هم بعض خرابی های خدا وقتی ما پرند میکنیم رنگ میریزه سر عکس زی نامش میجله خود پاسپورت بده ها مثلا خود امضای زی در چوکات چیز نمیشه ایار نمی باشه از چوکات خارج پس پس این رودوش خود میگیره می ما داره. در ضمنش یک مدیریت به نام کیفیت و کوالیتی ما ایجاد کردیم در این سیستم جدید خود پاسپورت که پرند میشه او از یک ماشینی که شما در میدان های اوایی دیگه کشور رفتین او ماشین را برش هیار ساختیم پاسپورت خود از همون ماشین تر میکنه تک تک پاسپورت ها را کارمندای ما تیر میکنن از ماشین احیانا اگر اشتباه هم شد باز آماده خدمت ممنون لطف کردین آقای سید عمر سبور رئیس عمومی اداری پاسپورت افغانستان از یک تشریف آورده این. تشکر از شما مهربونی کرده لطف شما او پایان پس از خبر امشب ما هم تا درود دیگر <applause>